جنبه دیگری گوش کردن این همدردی است. بیایید کمی درباره همدردی صحبت میکنیم. سیمپاتی این همدردی است. وقت اون چیزی رو که شما حس میکنید من هم حس میکنم. تصادفا نیست که اون رو هم همدردی مینامند. من مثال، پدری من وفات کرد و وقتی که من 18 ساله بودم و من میدونم که شما چخیل خود رو حس میکنید، من این از سیمپاتی همدردی، یعنی که این همدردی میباشد و امپاتی باشد، این ظهورات محبتی است که در آن شما نسبتی احساسات شخص دیگر غمخوری میکنید، نوبس از اون که چون حسیو داشتید یا نداشتید. من اکثر وقت از دانشجویان خود میپرسم که چرا شما فکر میکنید که شما جان پرستاران خوب میشوید یا که جان پرستاران خوب نمیخواهید بود. کسی میگوید که ها خوب، من در حیاتم واقعی دشوار رو پسر کردم و میتونم آدمان رو احساس کنم. ها البته این ممکن باشد همین طور، لیکن شما میدونید که من اگر از این مرگ یکی از والدین گذشته باشم، اگر من سر میکنم احساس میکنم که من حس میکنم اون رو چی طور که شما حس میکنید یا اینکه شما چی خیلی من حس میکنید. این در حقیقت این خیلی نیست است. شما شاید حس میکنید با همین طور همین چیز تماما نکاک من. اون چیزی که ما با چنین تجربه دچار شدیم حتما با ما کمک نمی کند. و باز یک چیز بگذار، آدمان می گویند که شما برای کمک کردن برای اولادار دار شما باید که اولادار دار باشید خودتون. نه، شما کاملا اختیاری نیست. شما می توانید سوال دادن را یاد گرید. و اکنون ما امروز در باره همدردی، در باره امپاتی صحبت خواهیم کرد، زیرا شما همیشه همدردی کرده نمی توانید. شما حتی این رو کرده نمی توانید و کردن لازم نیست، مخصوصا از اون سبب که حسیات و احساس شما می توانند خیلی گوناگون باشند. من یک محقق دارم که نام بینین براون است و با شرافت بالاترینش و بسیار بالا رفت که در آنجا در باره شرم سخن می گفت. من لکسی او را تماشا کردم، متن آن را خوندم، بسیار عجیب بود. عجیب است آن است که در حیاتش وی ایماندار شد، وی با مسیح آمد. همین طریق من یکی از برامتهای او را دیدم که در آن درباره همدردی در امپاتی سخن میکرد و همزمان با یک همشیره نام دارد که تورس فیسمو نام داشت و او نیز هم در این بار نوشته بود. و چهار خصوصیتی همدردی رو امپاتی رو نمبر میکند. بیاید چهار این صفات رو در یاد داریم. امپاتی، همدردی، یعنی در اول آیا من این رو از نقطه دورنمایی یا نقطه نظری شخص دیگر دیده میتوانم؟ خوب، یعنی به نظرتون چطور می‌نماید که نقطه او تماما نادرست است، خطا است؟ چرا من باید با چشمان او می‌نگرم؟ چرا باید جای او رو بگرم؟ خوب، از بس که شما او رو نمی‌فهمید کمک کنید تا اون دمی که جای او رو نگرید. شما می‌توانید با او ناراضی باشید، لیکن با جای او بیستید. برای چی او به همین طور به این نگاه می‌کند؟ با طرفی همچون طرفی منفی نگاه می‌کند. برای چی او حساب می‌کند که این همان طرف منفی رو راست درست؟ برای چی انسانی که بسیار مرکب است با کلیسا آمدن لیکن خود رو حساب میکند که راست و وظیفه در اون است که جای با جای دیگر که شما بیستید و همه این چیزهای خود رو به یک طرف بگذارید و برای دیگران کشوده شوید. و باز یک چیز، این هم بسیار تا مرکب تر است، داوری نکنید. من مثال، شما یکان چیز رو میشن از یکان شخص یکان چیزهایی که نادرست رو. مثال شخص به شما میفهمید که برای چی او بسیار در غضب است و شما میفهمید که این ممکن نیست. اول وظیفه شما در اون است که شما او رو بشنوید و با حرمت وای رو گوش کنید و حتی به این شخص تکرار کنید که این شما که نخصر گوش کرسید لیکن محکوم نکنید، داور نکنید. به این شما وقت میشود لیکن حاضر نه، در این حالت نیست. و بزرگ جزء دیگری همدردی، امپاتی، این اعتراف و فهمیدن و اعتراف کردن احساسات شخص دیگر است. با دقت نگرید، با سخنانش گوش دهید. او چگونه سخن میگوید، او چگونه نگاه میکند، چهره او چگونه است. آیا شما میفهمید که این چگونه حسیات است؟ آیا شما میتوانید او را نام گذاری کرده میتوانید؟ اما به نام گذارید
میتون او رو با محبت آشنا کنید. آیا شما این احساسات رو احترام کرده میتوانید؟ مثلا بگوید که ها اکنون من تصور کرده میتونم که چقدر دردآور است، یا من در سیمای شما میبینم که این چی دشوار است. بله، من میفهمم که اثر گذراندن این همه با شما، نه تنها دادن آیات های این کلینیکی، بلکه کردن حد اقل احساسات این شخص چقدر دشوار بود. هم زمان با شخص بگوید و باز بگوید که شما در حقیقت گوش کرده استادید، که شما با دقت گوش کرده استادید، و اگر او نمیداند چی معنا دارد، اگر شخص دیگر نمیداند که شما او را میفهمید. حرکت کردن لازم نیست که و نشان دادن لازم نیست که حسیاتی آنها به شما هیچ معنی ندارند، و اگر شما تیزتر با آنها سخن کنید، اگر و آنها میفهمند این روز یک بطراز برمیکشند که آنها شما رو بطراز برمیکشند و میفهمند شما رو، و اگر شما تیزتر سخن گوید که یعنی که آنها میفهمند که دقت شما با آنها نیست، یعنی حسیاتی شما با آنها نیست، که با این چی معنی دارد، یعنی که آنها شما رو و ریاکسی شما رو حس میکنند و بردارم و فرقی ندارد که شما این رو اساسی سخن کنید یعنی، لیکن آنها شما رو میفهمند، آنها به نزدش اومدن برای مشورت، برای مصلحت، و برای من با آن شخص باید که ما فهمونیم که ما میفهمیم حسیاتی آنها رو چی این تجربه تو چه اندازه مشکلند. وقتی که ما این کار رو میکنیم، ما اصلا اعتمادی آنها رو به دست میاریم، ما باوری آنها رو به دست میاریم، با نقصد به دست میاریم باوری آنها رو. آنها به ما اعتماد پیدا میکنند، زیر آنها میبینند که ما نسبت احساسات آنها با چشم جدی مناسبت میکنیم. حتی پس اگر ما با آنها ناراضی باشیم هم، اما حدی اقل به این اهمیت میدید، لیکن ما با آنها نقصر نگاه میکنیم. و دارومش براون دوام میدید که امپاتیا همدردی این سوال انتخاب است. این یک نه هم تو عکس العمل احساسی میباشد، ممکن باشد یا که نباشد. این انتخاب ما است. من دلسوزی کرده نمیتوانم، اصلا من همدردی هم کرده نمیتوانم. من حیرانم که چگونه باید همدردی نشان دهیم، یا اینکه چی گونه همدردی نشان دهیم. این سوالی کاملا مقرری است. کوشش کنید که وضعیت را با چیزی، با حیات خود رابطه کنید که به شما راه معین کردن آن کمک میکند. اکتورها همین طور میکنند. مثال آنها نقش شخص تماما دیگر را ببازند، لیکن آنها حرکت میکنند که در خود یکون رابطه درونی با این قهرمان باید بیابند. کوشش نکنید که خود را از آنها دور نمایید، از معمای آنها و حرکت نکنید و کوشش نکنید که این معما رو زیباتر کنید. معمای آنها رو میدونید چه، اگر شما به این معماها رو زیباتر و دیگر خلق کنید و میگوید که ها این بسیار ناز نیست، من این حوصله رو نداده است، یا که دیگر سخنها رو بگوید، و اون وقت مزاج شما یا که فرمایشگر شما میگوید که ها ها حتما حتما این طور نه، بسیار من با شما راضی هستم، و اصلا شما نشان دادید که این به شما معقول نیست، و در اینجا باید که رابطه لازم است. رابطه که وقتی شخص میفهمد که شما او را نازگوش کردید، و باز یکچند حالات را میگویم که ما باید که در باره امپاتی بفهمیم و گوش کنیم، و یکی از آنها از آن عبارت است که به شما لازم نیست اساسا که چطور انسان خود را حس میکند، برای اینکه امپاتی خود را به شما نشان دهد، و به شما ضرور نیست که چطور این شخص حسی خود را نشان دهد، امپاتی خود را نشان دهد. و باز یک چیز که استفاده برید مشاهده ها را، نقشه ها و عمل ها، یا اینکه عکس عمل ها را برای نشان دادن همدرد استفاده برید. من میشنوم که چقدر این وزن است، و من چنین سخنان را میشنوم، شنیدم این سخنان را، و آنها را تکرار کنید به این شخص و گوید که در اون لحظه تو خیلی دردآور بود. چیزی دیگری که شما باید زود انجام دید، این فهمیدن لحظه های نفهمو، یا اینکه تحلیل آن هاست. خب مثلا به شخص چین سوال دید، لطفا به من فهموند که چرا این برای شما اینقدر مهم بود، زیرا که این منظره برای کسی دیگر شاید هیچ معنی نداشت، و این برای شما بسیار معنی دارد. با من در فهمیدن آن که چرا گوید، و بگذار خودی شخص به شما بگوید، و شما بگوید که ها من اکنون میفهمم که برای چی این طور است، و با من این کمک میرساند. و باز یک چیز مهم،
дар таърихи онҳо маънояшро чизишо намоед. Боз ҳам он чи теологи дар он сохт дар таърихи онҳост. Вақте ки одамон ба шумо ҳикояи худро нақл мекунанд, иншин бо як метафора, тасвирҳо, ҳикояҳо ва мисолҳо бишнавед. Далели он аст ки одамон аксар вақт дар тасвирҳо бо тасвиросхон мегӯянд. Хуб мисол барои мисол, ман ҳамин тавр буд, ён ки ман ҳеҷ вақт фаромӯш намекунам, ана ҳамин тавр саҳнаро, ён ки ба ман ҳамин тавр ҳамин хел хобҳо буд, ҳамин хел хобҳои ин тавр буд. Джесси Кузик ихтибос мекунад Джеймс Брайан Смитро. Вақте ки мо таҷрибаи муҳим дорем, мо ин таҷрибаро мо ба дигар тараф мегузорем ва ин таҷрибаро ба таърих мубаддал медиҳем. Ва мо намегӯем ки ман чун як таҷрибаи назаррас доштам. Мо мегӯем ки ин бо ман рӯй дод ҳамин тавр. Бале, мо як ҳикоя мегӯем, як таърихро мегӯем ва манба он касеро ки ин тасвирро аз нуқтаи назари машварачи, маслиҳатчи мо мегӯяд, мешунавад. Шояд ин манзараи пурра набошад, аммо ҳадди ақал ин як нуқтаи назари ӯст. Ва боз як чиз. Гӯш кунетон, илтимос, бо диққат. Ва шумо гӯш мекунед ки дар ягон ҷое ки дар таърихи худ шахс ягон чизи қувваи қудрати худоро аз даст медиҳад. Ва мисол. Ҳаст ҳамон шахсоне ки имрӯз ҳақиқати худоро намефаҳманд ва бисёртар одамоне ҳастанд ки имрӯз намефаҳманд инояти худовандро, ҳаракати раҳмдилии худоро намефаҳманд ва намедонанд бахши худоро, ақли худоро намешиносанд. Ва бисёр бисёри онҳо бисёр бисёр шароитое ки мумкин ислоҳ карда меш ки худо ба мо медиҳад. Яъне ки мисол масалан ин ба намуде ки дарё дор ки дар масалҳо як шахс мекунад ки ман медонистам ки ту марди золим ҳастӣ ва бисёриҳо ҳам ба худои ментавар рафтор мекунанд. Онҳо худоро золим ҳис мекунанд ва ҳамеша талаб мекунанд аз худо ягон чизро ва ҳаметар одамон аз даст медиҳанд чизи аслан муҳимро. Медонед чӣ ки мо бо тасвири табиӣ қонунро мефаҳмем. Мо аксар вақт қонунро риоя намекунем, аммо чӣ будани қонунро мо мефаҳмем. Аммо файз барои мо ҳамеша сирре аст. Ман аллакай аз аввал ба шумо гуфтам ки ёвари шумо, ёрдамчи шумо ин хомӯшӣ аст. Танҳо бигзор шахс худаш сухан гӯяд, бигзор шахс худаш фикр кунад ва агар ба назар чунин расад ки шахс аллакай ҳама чизро гуфтааст, па шумо метавонед ба пеш шавед, ба давома шавед. Халал нарасонед. Ин шахс ба шахс халал нарасонед. Ва ҳа, мешавадем вақте ки ӯро бояд ки халал расонем, барои он ки дигар саволро баодем ва маша ин кадом маша аст ва бигӯ дар бораи ӯ ҳамин тавр мо халал мерасонем. Лекин дар дигар ҳолатҳо лозим нест ки ба ӯ халал расонем. Ва боз як чизе аст ки агар шахс аз як мавзӯ ба дигар мавзӯ мегузарад ва дар ҳақиқат шумо бояд ки ӯро нигоҳ доред ва гӯед ки дар бораи чизи асосӣ муҳим ва гӯяд ва дар охир ва агар вақте ки шумо таърихи он шахсро гӯш мекунед, илтимос биёбед ва нуқтаи гардиши ӯро, яъне ки ҳаст нуқтаи гардиш аст, нуқтаи назари гардиш аст ва ҳамин як чизи ҳолатҳои аниқ аст ки чӣ тавр инро боз фаҳмода мумкинаст. Масалан, дар хона деворҳо ҳастанд ки онҳоро вайрон кардан мумкин аст ва дигар деворҳоро вайрон кардан мумкин нест, зеро ки худи онҳо деворҳои воқеӣ не. Ва агар ҳамин деворҳои воқеӣ бошад дар таърихи ин шахс бошад, агар мумкин ин хафагӣ мумкин боз дигар чиз, чӣ хел ин девори воқеӣ, яъне ки чӣ хел ин деворҳои воқеӣ, ё ин ки чӣ тавр ин нуқтаи гардиши ин таърих аст. Дафъи гузашта мо бо шумо дар бораи эмпатия, дар бораи ҳамдардӣ гуфта гузаштем ки як қисми шунавоиши шунавиди ҷонпарасор аст ва акнун ҳозир мо бо шумо ба итмом мерасонем ин суҳбатро. Боз чӣ? Боз мана ин чиз. Мо бо шумо дар бораи он сухан мекунем ки чӣ тавр имрӯз худи ҷонпарасторон барои қисми худ ба муоширати ғайри шудаи шифоӣ наздик мешавад. Дар бобати мавқеи ҷисмони мо дар машварат панҷ нуқтаи муҳим вуҷуд дорад. Ба ҳар ҳол, агар чунин имконият вуҷуд дошта бошад, дар паҳлӯи дигар миз нешинед, ба тарафҳои дигар миз нешинед ки бо ки шумо ҳамсӯҳбат мешавед ва бо ки шумо мешинед, ҳамин тавр шуморо тақсим мекунад ин стол, ин миз. Бале рӯ ба рӯ шинед, аммо на дар сари миз. Ман дар коргоҳи худ чун як курсии ларзон дорам. Ман дар як курсӣ мешинам ва дигар ман дигар шахс дар тарафи дигар тақрибан 1.5 метр ё ки 1 метр аз ман нишастааст ва мо ҳамдигарро хуб мебинем. Инҷо чанд нуқтаи муҳим вуҷуд дорад. Аввал нишинед
و ناز نگاه کنید راست به این شخص راست نگاه کنید و نه به دیگر طرف و نه بر دیوان نشید بلکه راست به اون نگاه کرده نشید. دومش موقع کشوده رو اشغال نموید. من مثلا نگاه کنید اگر وقتی که شما به نزد من می آید من همین طور می شنم. این نشان می دهد که این به شما نشان می دهد که من علاقه شما رو داوری می کنم و حتی این موقع برای من هم براحت باشد. خوب تا اثرات شما. لیکن نگاه کنید من همین طور موقع رو من نشان دادم. این تا من دیگر خیلی موقع است. این موقع کشوده است. من این موقع محکم است. یعنی که شما باید که راست بینشنید و نگاه کنید به این شخص و در همین باید که موقع شما کشوده باشد. و دومش باز یک چیز خصوصا وقتی که میگوین به شما چیزهای مهم رو چیزهای اساسی رو که وقتی که شخص من نشون می آید و سال یک به پیش خم شوید و چی شما یک ساعت امنتر شما شخص نمیتونید و انامو وقتی که چیزی مهم گفته می شود اما تار کم اکک پیشتر خم شوید و این موقع کشوده است و چشمانی خود رو نگاه دارید و این در حقیقت بسیار هم مرکب است. وقتی که ما فکر میکنیم یا که شما فکر میکنید در بر یکان چیز ما همش نگاه کنیم به یکان طرف. من مثال من نگاه کنم به طرف دستی راست به بالا نگاه میکنم و طرف بالا. لیکن شخص همیشه نگاه میکنند به چشمان شما و به نگاه شما و وقتی که شما نگاه نمیکنید و او فکر میکنید که دقت شما را گم کرده است برای همینجا لازم است مدنیت و به همینجا باید گویم که من باید نگاه دارم چشمان خود را به او و در حقیقت امروز ما نباید که ما به دیگر طرف نگاه کنیم و اساسا وقتی که ما یکون چیز رو فکر کردیم چیکریم و گوش کردیم یکی ما نگاه کردیم و برای من این چیزی مهم است که من به دیگر طرف نگاه نکنم بلکه به سوی همون نگاه کنم. لیکن نگاه داری چشمان خود را و در آخر استراحت کنید. استراحت جسمانی و شما به شما آدمان میگنند بسیار چیزای وزمین را میگویند. آنها میتوانند تهدید کنند و بگذار آنها تحمل کنند. لیکن شما باید که استراحت کنید، آرام باشید، زیرا با این رو تب در حجره آرام میماند. اگر شما به فشار آید و مشافر شما شنوانده شما به شبه به شدت می آید، به فشار می آید. اگر شما با هیجان باشید پس او هم هیجان خواهد شد و این بسیار بسیار مهم است. اکثر وقت به هر حال گفتن ممکن است که وقتی که شخص امروز فعلا دقت می شود به مشورتچی و من او را آهسته به او می رسم و به او می گویم که من می فهمم که شما بسیار وزبین است لیکن باید آرام باشیم در آرامی می نشتیم. یعنی که این است یک تکتیک غیر ریبلی از طرف جان پرستار می باشد به یاد خود گرفتید. یعنی که راست نگاه کردن به طرف سوی او و موقع کشاده و وقتی که لازم باشد به پیش کم که خاموشتن و نگاه داشتن چشمانی خود رو و استراحت کردن.